سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگه هنوز عضو این کانال نشدید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. ای مگس، حضرت سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. دوستان، ما یه مجلس داریم که همه میدونیم جمهوری اسلامیه و ما میخوایم با اردنگی بزنیم بیرونشون کنیم، اما تمرکزمونو از دست ندیم. واسه یک دفعه همه میدونیم چی نمیخوایم. این مهمترین چیز هستش که جمهوری اسلامی بره. من عربم، بلوچم، فارسم، کردم، لورم، از هر قومی که هستیم، از هر کجا که هستیم فرقی نداره، ما همه خواهر برادر هستیم. اگه اصلا جدا باشیم میبازیم، اما اگر مثل یک مشت با هم باشیم، یعنی که ایران هستیم و 100% میبریم. به تازگی شبکه MBC پرشیا بخش یک مسابقه استعدادیابی در زمینه خوانندگی رو شروع کرده که توجه برخی مخاطبان رو به خودش جلب کرده. مسئله که باعث شده این مسابقه استعدادیابی کمی متمایز با نسخه های مشابهش به نظر برسه، کیفیت شرکت کنندگانشه. شاید فیلترهای مؤثرتر باعث شده نفرات مستعدتری مقابل دوربین بیان و کیفیت کار بالا بره. اما داوران این برنامه هم از موارد مورد توجه این برنامه بود. لیلا فروهر، سوگند، کامیار و بیژن مرتضوی مجریان این برنامه بودند که برای مخاطبان بسیار جذاب بود. کامیار احمدزاده متولد 7 آذر 1357 در شهر مهاباد و شغلش خوانندگیه. در سال 1359 هنگامی که 2 ساله بود همراه با خانواده‌اش به کشور فرانسه و به شهر پاریس مهاجرت کرد و در اونجا بزرگ شد. در اونجا به مدت 8 سال به مدرسه هنرستان موسیقی رفت و پیانو رو به عنوان ساز اصلی خودش می نواخت. کامیار احمدزاده در فرانسه روی مخلوط کردن موسیقی سنتی خاورمیانه و آرنبی متمرکز شده بود. قبل از حرفه‌ای شدن در موسیقی برای مطالعه انگلیسی به دانشگاه سوربن در پاریس حضور پیدا کرد. در سن 18 سالگی کامیار متوجه شور و شوق خودش برای خوانندگی و به سبک‌های آرنبی، موسیقی سول و فانک تحت تأثیری از استیو واندر شد. دوستان عزیز، همینطور که احتمالاً میدونید آخر ماه اکتبر قرار بودش که من یک تور داشته باشم با 3 تا کنسرت در کشور انگلیس: 28 لندن، 30 برمنگهام و 31 منچستر. اما متاسفانه با شرایطی که خودتون بهتر از من میدونین در کشورمون و هموطنان که دارن جونشون رو از دست میدن واسه آزادی، خودم و پروموترهای عزیز به هیچ عنوان صلاح نمیدونستیم مناسب نبود که این تور اجرا شه و خواستم که رسما اعلام کنم و بگم که این تور انگلیس UK کنسل هست. از دوستانی که تک تکشون که تیکت خریده بودن خواستم معذرت بخوام و ایشالله که بتونیم در آینده جبران کنیم به امید پیروزی. اما راه به تحقق رسیدن رویاشو تبدیل شدن به یه نوازنده حرفه‌ای آسان نبود. مانند بسیاری از اجراهای اولیش که در خیابونها و ایستگاه‌های مترو آغاز شد، در کنار بهترین دوست و شریکش حکیم ریچک. کامیار وقتی 2 ساله بود به همراه خانواده به کشور فرانسه رفت. او 8 سال به هنرستان موسیقی رفت و قبل از شروع حرفه‌ای این رشته در دانشگاه سوربن زبان انگلیسیش رو تمام کرد. در سال 1382 کامیار پاریس رو ترک کرد و به لس آنجلس به منظور دنبال کردن حرفه موسیقی خودش در صنعت موسیقی فارسی رفت و موفق شد به عنوان خواننده جدید گروه محبوب فارسی بلکت دست پیدا کنه. کامیار در شهریور 96 با دختری به نام هوتان همت ازدواج کرد. کامیار به همراه دختر مورد علاقش برای گردش به پاریس رفته بود. تصمیم گرفت در این شهر از عشق زندگی خودش خواستگاری کنه و به همین دلیل با همکاری تنی چند از دوستان دوران نوجوانیش که در همین شهر ساکن بودن روی پلکان یکی از معروفترین جاذبه‌های توریستی پاریس، کلیسای سیکروکر، از هوتان همت خواستگاری کرد. خواستگاری موزیکال و رمانتیک این خواننده ایرانی که با آوازخوانی همراه بود به قدری مورد توجه توریستای حاضر در محل
قرار گرفت که صدها نفر با دوربین‌های موبایل خود مشغول تصویربرداری از این صحنه خاص شده و در فضای مجازی اون رو به اشتراک گذاشتن. کوتان همت که به خواستگاری شگفت انگیز کامیار پاسخ مثبت داده بود، متولد شیراز و ساکن لس آنجلس در کالیفرنیای آمریکا است و در سالهای گذشته رابطه یه دوستی صمیمی با کامیار داشت. او و خانواده‌اش تحصیل کرده و خوشنام در استان فارس بودند. کامیار که با این ابراز عشق آتشین بار دیگر نشون داد همچنان شورآفرینه. در نوامبر سال 2009 کامیار سرود ملی ایالات متحده رو در بازی NBA در مرکز استپلس در لس آنجلس اجرا کرد. بعد از جدایی از گروه بلکت تا به امروز او در انگلستان، کانادا، اروپا، آسیا و آمریکا در سالن‌هایی مانند تیاتر کوداک، گیبسون آمفی‌تئاتر، نوکیا تیاتر و کاخ سزار در لاس وگاس تورهای کنسرت داشته. اولین آلبوم کامیار به نام دوباره در سراسر جهان در آبان 89 منتشر شد و تحسین منتقدین رو به خاطر آوردن یه صدای بین المللی به صنعت موسیقی فارسی و شکستن موانع سنتی معمولی پاپ فارسی رو دریافت کرد. تمام آهنگای این آلبوم به تهیه کنندگی و تنظیم خود کامیار ساخته شد. همچنین تونست با اسطوره موسیقی خودش استی واندر نیز یک قطعه رو بخونه. او که این روزها به شدت مخالف جمهوری اسلامی و در تجمعات اعتراضی در خارج از ایران شرکت میکنه، همواره ویدیوهایی بر علیه جمهوری اسلامی و حکومتش منتشر کرده. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.